سپهی نوین، توی امریکا این قانونه توی بازار مالیش، و به 5-6 تا بانک بزرگش این اجازه داده که اینا رو بازخرید بکنه تا خودشون از ورشکستگی نجات بدن، و این عملا در چپ ترازنامه میشینه تو سمت بدهی ها، و وقتی بدهی بانک ها میره بالا چی ارزشمند میشه؟ هر آن چیزی که ربطی به بازار بانکی نداشته باشه، طلا و بیت کوین که الان رو بورسه و به عنوان طلای دیجیتال میشناسنش. و حالا قیمت طلا رو پیش بینی میکنن که با توجه به شرایط اقتصادی دنیا احتمالاً در چندین سال آینده قشنگ بالای 2500 دلار تثبیت میشه. حالا بگذاریم از این نوسانات امروز، اما قیمت بیت کوین خیلی جذاب‌تر برای اون میبینه. حالا خدمتتون بگم که این پشتوانه این ارزای توی کریپتوکارنسی که اون 8000 تا 7-8000 تا میشه، بعضن کالایی دلاری یا حالا مثلا کارنسی بگیم بد نیست، و اعتماد و مقبولیت آدم‌ها به هم دیگه. انواع مختلفی داره، سر جاش من در خصوص این مفصل با شما بحث میکنم. خب ما 9-3 دقیقه شده ولی یه مقدار کار داریم. من به شما گفته بودم که توی لینک مربوط به کلاس معرفی دوره گفته بودم یه لینک به شما میدم که شما اگر با این خرید بکنید 10% تخفیف توی کارمزد دارید. من هیچ اصراری به کسی ندارم که حتما با نوبیتکس کار کنه، ولی نوبیتکس شرایط بهتری نسبت به صرافی‌های دیگه داره، و خدمتتون عرض شود که من دنبال یه، حالا جلسه بعد براتون چیزام میارم که یه مقایسه کردن که مثلا قابلیت نوبیتکس رو از نظر از زوایای مختلف از بقیه صرافی‌ها نسبتاً بهتره. این لینک رو میتونید اگر یوسفی عزیز مهندسیان اینو زحمت بکشید اون بالا سمت راست بندازید که دوستان داشته باشن، با این رجیستر بکنید حتما. فعلا میخوایم فقط کار رو شروع کنیم، سمپله، بعدش میتونید برداری با هر صرافی که دوست داشتی کار کنید. من عقد اخوت با هیچ کدوم از اینا نبستم، چون فردا تعهد آور هست برای من که میتونه مثلا مسئله ساز بشه. توی این ثبت نام کنین، اگر ثبت نام کردین قبلا احتمالاً احتیاجه که به نام حالا یکی از نزدیکاتون این کار رو انجام بدید، بسیار هم عالی، که بتونید هم از این 10% تخفیف تو کارمزد استفاده کنید، هم میخوام روش خرید و فروش روش بهتون یاد بدم. بسیار ساده است. شما جلسه دوم بعد از اینکه این رجیستر رو انجام دادین و KYC شدین، چون میگه که عکستون رو بگیرید، اینا یه کاغذ اینجوری کنید، یه شماره تلفن بدید، کد ملی بدید، کارت از این قصه های این تیپی داره، به شما به قول معروف یه احراز هویت انجام میده که اجازه خرید و فروش و دیپوزیت داره. و خدمتتون عرض شود که میتونید با صرافی دیگه هم انجام بدیم. فقط من میخوام روی نوبیتکس یه کاری رو با هم شروع کنیم و بعد شما رو هر صرافی میتونید برید. بعدش در نهایت شما میرید سراغ بروکرها و اکسچنج های بزرگ دنیا. CBDC هم که با هم صحبت کردیم، اصلا کانسپت پول دیجیتال ملی 2 دهه قبل از بیت کوین اومده، یعنی 20 سال قبل از اینکه 2008 این مطرح بشه توی جوامع مالی و بانکی مطرح بوده که بیا دیجیتالش بکنیم. این کمک میکنه کاهش هزینه های چاپ اسکناس باشه، جلوگیری از انتقال میکروب از طریق اسکناس باشه، و همونطور که میدونید ترکیه هم سال 2021 که عرض کردم میرسه به ارز دیجیتال ملی. تو ایران هم مطرح هست، دارن کار میکنن، فکر میکنم شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک متولی ایجاد این پروژه، ایجاد ارز دیجیتال هستن، ارز دیجیتال ملی، و دارن روش کار میکنن. خب کار شایسته هست و ما رو در کوران این چیزا قرار میده. ما تا 9:30 ادامه بدیم، این 5 دقیقه هم الان 5 دقیقه جبرانی، اون 5 دقیقه استراحت بود، 10 دقیقه هم ادامه میدیم. جناب یوسفی ببخشید که شما رو تا این موقع شب بد نگه داریم. یه چیزی به نام گولد راش وجود داره، خیلی قصه قشنگی داره. ببینید یه اتفاق چجوری میتونه داستانهای فرهنگی داشته باشه و یه موضوعی داره که من میخوام بهش اشاره کنم. ببینید گولد راش یا همون تب طلا توی قرن 19 باعث شد که خیلی از آدما از کشورهای مختلف، از اروپا، آفریقا، آسیا، چین، حالا به صورت خاص بیان و برن سمت امریکا با رویای پولدار شدن استخراج طلا. خیلی از این فیلم‌های وسترنی هم دیدیم دیگه، این از اون می‌دزده، اون از این می‌دزده. و این عکسی که من روی اینجا گذاشتم به کالیفرنیا گفته، چون تب استخراج طلا تو کالیفرنیا بوده و تو اون منطقه ساکرامنتو که این اتفاق خیلی پررنگ بوده، تو اون کوها و دشتایی که اونجا وجود داشته،
کشتی‌های بخاری بودن که میگفتن از نیویورک شما رو در سریع‌ترین زمان ممکن، این مربوط به یکی این تبلیغات از این چیزاست، کشتی هاست که زودتر میرسونیمتون اونجا که بری شروع کنیم برای استخراج کرد. یه سری آدم ها میدیدی که اون کف رودخونه نشستن دارن این علکه رو میچرخونن ببینن یه طلا پیدا میکنن، یه سری با بیل کلنگ رفتن اون بالا دارن میکنن ببینن چیزی پیدا میکنن و یه پروژه بزرگی بوده. اما اتفاقش چیه؟ اتفاقی که افتاد به نظر شما کی میلیونر شد توی این بازی؟ اگر نظری دارید ممنون میشم این زیر یادداشت بفرمایید. این کمک میکنه یه مقدار کلاس اینتراکتیو تر باشه، فعالانه تر، ما بتونیم با هم ارتباط بهتری برقرار کنیم. توی تب طلایی که ملت ریختن توی کالیفرنیا، دقیقاً آفرین آفرین، صاحب کشتیه، کسی که بیل فروخ، اصطلاحا میگن اونی میلیاردر شد توی باز گلدراش که بیل کلنگ فروخ. حالا من میخوام به شما بگم توی این بازار کریپتوکارنسی کجاهاش میتونید شما بیل کلنگ بفروشید. الان کی داره بیل کلنگ میفروشه؟ اونی که صرافه، اونی که داره دستگاه ماینینگ میفروشه، اونی که داره ریگ بندی میکنه، مشاوره سرمایه گذاری میده، منی که مثلا اول دارم آموزش میدم. این بیل کلنگ فروختن تو این داستان یاد بگیریم و تو فصل کسب درآمد به کریپتوکارنسی من میخوام همینو بهتون یاد بدم. من خودم هم تجربه اینو داشتم. فقط اشاره بهتون بکنم که میتونید خدماتی رو ارائه کنید که بر اساسش بیت کوین و اتر بگیرید، یا کوین‌های یا توکن‌های مربوط به اون بلاکچین رو بگیرید یا اون اسمارت کانترکت رو بگیرید. و جالب براتون بگم این اتفاق گلدراش که میفته توی امریکا ترکیب جمعیتی کالیفرنیا رو عوض میکنه و جمعیت بانوان اون منطقه به 10% میرسه به نسبت به کل جمعیت. و حالا من به یه مقدار آدم معذوریت های توضیح بیشتر داره، شما گوگل کنید کامل میتونید ببینید. و یک سری بد اخلاقی ها به سهم فرهنگ ما به واسطه این تغییر جمعیتی میفته. ببینید یه حادثه، یه اتفاق چجوری میتونه تأثیرها، اینا بهش میگن سیستم داینامیک، همه چی به هم ربط داره. یک اتفاق، یک حادثه دلیلش فقط یک اتفاق نیست، مجموعه عوامله که روی اون تأثیر میذاره. خب ما دو تا اسلاید دیگه اینجا داریم که در مورد بورس دارم میگم. اصطلاحات رایج یه نگاهی بکنم ببینم چقدر دیگه باقی مونده. ده دل، یک اسلاید، دو اسلاید، سه، چهار، پنج اسلاید. خب من فکر میکنم که پنج اسلاید داریم تا رسیدن به اون تارگت سرفصلایی که برای 8 جلسه داریم. 5 تا اسلاید میتونیم، چون یه مقدار مفهوم توش داره میخوایم روش بحث بکنیم با هم دیگه، اگر موافقین من بذارم برای جلسه آینده. میتونم الان بگم ولی فکر میکنم دیگه بعد از 2 ساعتی خود خسته شدین، احتمالا خانمتونم یا همسرتون داره میگه بابا بیا دیگه شام داریم میخوریم، شما داری چیکار میکنی، این بیت کوین چیه، چیه پشتوانه ای داره. بریم همین لکچری که من خدمتتون دادم رو به بقیه منتقل کنیم. خب خیلی خوشحال شدم که جلسه اول رو با حداکثر ظرفیت رفتیم. روز شنبه شما رو میبینم. ازتون خواهش میکنم که یوتیوب منو یه نگاه بکنید، اگر دوست داشتین سابسکرایب کنید، ویدیوهای خوبی داریم اونجا، کلی بحث داریم. اینستاگرام رو ببینید، بحثایی که خیلی داغه داغه اونجا آی جی تی وی میکنم که بتونید ازش استفاده کنید. آپارات رو نگاه کنید، آپارات ثروتی رو، کلی اطلاعات اونجا به اشتراک گذاشته شده. و توی این نوبیتکس به عنوان سمپل ثبت نام کنیم که کار با هم شروع کنیم. یعنی جلسه دوم میخوام بریم سراغ معامله کردن، یه سری نکات بهتون بگم، دی سی ای رو بهتون بگم، روش خرید و دو تا یه سری استراتژی ها رو، مدل های پیش بینی رو فقط یکیشو با هم مرور کنیم. براتون ویدیوشو به اشتراک میذارم. یه استراتژی هم توی چیز گفتم، توی IGTV گفتم، اونم ببینید. اینا بهتون کمک میکنه دید بگیری کی بخرم چند بخرم. این استراتژی آدمایی که برنامه، یعنی حرفی که آدمایی که استراتژی ندارن میگن. اگر تارگتت اینه که بیتتو زیر 100,000 نفروشی، زیر 140,000 نفروشی، پس خرید 500 دلار 1000 دلار چه تفاوتی اینجا نداره. امروز دوستی به من زنگ زد گفت من رو 8000 فروخ 8000 خریده بودم، 10000 فروختم، بعد گفتم میاد دوباره 8000 میخرم، اومد رو 9000،
پول بک کرد اومد رو 11 دیگه موند، من تا اومدم به خودم به جنبم 17 18000 شد و تبدیلش کردم به دلار تتر. نظرت چیه؟ گفتم والا دیگه من چی بگم به شما که یه همچین حرکتی کردی، اگر فکر میکردی میره بالا به نظر من با قسمت کوچیکی از سرمایه‌تون اینطوری کنی. یه پورتفوی یه ترکیب پورتفوی هم میخوام بهتون بگم، داستان اتریوم رو جدی بگیرید اگر مثلا تو این بازار هستین، اکانت ساختین از قبل یا دارین تازه وارد میشین، حتما اتر رو، کوین اتر رو توی سبدتون قرار بدین. کاری که CME شیکاگو 2017 با بیت کوین کرد و اون انفجار قیمت رو داشتیم، سال امسالی که توش هستیم، بذارین تعطیلات تموم بشه ملت برن سر کار زندگیشون، سال 2021 با اتر خواهد کرد و گین خیلی خوبی میگیرید. از سه روز پیش تا الان چیزی بالا بر 300-400 دلار رشد کرده و این داستانهای فیوچر رو در نظر داشته باشین. این قصه بیمه رو بعدا بهتون میگم که فاصله بین قیمت موجود و بازار فیوچر هست، این میتونه به شما روند آتی قیمت ها رو بگه که بدونید مثلا کجا بخرید، چند بخرید، وضعیت چجوریه، بفروشم برای این تریدر ها، نه سرمایه گذار، اونی که میخواد بخره یه هفته در روزی نقد کنه، دو سه روزی نقد کنه، اونی که میخواد من به شما میگم بخر میگرد و پایان 2021 حالشو ببر. ارادتمند 9 و 13 دقیقه شد، ممنون که تا اینجا همراه من بودید. این ویدیو رو حالا دوستمون آقای یوسفی توضیح میدن، بعدش هم من بعد آپلودش بکنم، یکی دو روز بعد شما امکان استفاده و دانلود این رو خواهید داشت. لایو هم که میتونید از فکر میکنم حالا آقای یوسفی توضیح بدن ممنون میشم. خسته نباشید، ممنون، امیدوارم که اتفاقای خیلی خوشگل تو زندگیتون بیفته، موفق و پرسود باشید. سوالات رم به خاطر اینکه تایم کلاس رو بتونیم حداکثر استفاده کنیم تو هم گروه تلگرامی مطرح بکنید، من در خدمتتون هستم. جناب یوسفی من میکروفون به شما میسپارم. دوستان اگه تو این نظرسنجی شرکت نکردن ممنون میشم شرکت بکنن. جناب یوسفی هم زحمت میکشین یه اسکرین شات از این برای من بعدن بفرستید که من یه بازخوردی از کلاس داشته باشم. من دیگه عرضی ندارم، میکروفونمو خاموش میکنم. استاد وقتتون بخیر، خسته نباشید. برای دوستان هم عرض کنم خدمتتون که انشالله 2 ساعت بعد از پایان کلاس که الان هست ویدیو ادیت شده قابل دانلود هست و شما میتونید مجدداً، حالا اگر کسی از دوستان که اینترنتش قطع وصل شده یا مشکلی در دریافت تصویر و صدا داشته، این مشکلات در فیلم ضبط شده وجود ندارن و شما مجدد فیلم ضبط شده رو با کیفیت خیلی بالاتری میتونید از اکانت خودتون در وبسایت ای سمینار در همون بخش وبینارهای استاد دانلود کنید و انشالله استفاده کنید. من هم در خدمتتون هستم، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.